دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با 9 تا از مکانهای دیدنی که باید پیش از مرگ به آنها سفر کنید را به شما معرفی کنیم تا شما هم اطلاعات خوبی در رابطه با این مکانها داشته باشید و حتما اونها رو در لیست سفرهای خودتون بگنجانید. جاذبه های گردشگری و مکانهای دیدنی زیادی در دنیا وجود دارند که حتی انتظار آنها را هم ندارید. در این ویدیو تعدادی از این مکانها را نام میبریم و میتوانید اطمینان حاصل کنید که بابت پولی که برای سفر به این نقاط میپردازید پشیمان نخواهید شد. با فارسی مدیا همراه باشید. مکان شماره 9، ایسلند. خودتان را آماده کنید چون این کشور واقعا دیدنی است و تمام فضاهای جالب را در خود جای داده است. از چشمه های آب گرم گرفته تا آب فشان و آبشارهای دیدنی، یخچال های طبیعی و سواحل شنی. اگر قصد دارید در فصول غیر توریستی، اواسط تیر تا آخر شهریور از این کشور دیدن کنید، هزینه کمتری میپردازید و در این مناظر دیدنی شاهد هیچ ازدحامی نخواهید بود. بنده در ماه مهر به این کشور سفر کردم. از فرودگاه یک ماشین کرایه کردم و برای 10 روز به گشت و گذار پرداختم. حالا دوست دارم بارها به این کشور سفر کنم. ایسلند رو به هیچ وجه از دست ندید. بریم سراغ مورد 8، اولورو. شاید در نگاه اول به نظر برسد که تنها جاذبه گردشگری اولورو تماشای یک سنگ یک پارچه عظیم است، ولی هر کس از این مکان دیدن کرده باشد احتمالاً از آسمان پرستاره شب‌های آن یا از مناطقی که از نظر معنوی و فرهنگی ارزش زیادی دارند سخن میگوید. دقیقا نمیتوانیم جذابترین ویژگی اولورو را معرفی کنیم، ولی قطعا این مسافرت میتواند انتظارات شما را برآورده کند. بریم سراغ مورد 7، کوینستون. دیگر لازم نیست برای سفر به مناطق کوهستانی پربرف به اروپا سفر کنید، چون کوینستون در نیوزیلند واقع شده و دارای برف فراوان است. بریم سراغ مورد 6، مغولستان. مغولستان واقعا کشور زیبایی است. مشاهده آسمان آبی و موجی که باد روی چمنها را ایجاد می کند می تواند قلب شما را تسخیر کند. اینجا دقیقا همان ویژگی هایی را دارد که من مدت ها تصور می کردم. زیبایی طبیعی، فرهنگ دامداری، کوچنشینی و حیات وحش. با این اوصاف غذای این کشور چندان چنگی به دل نمی زند. غذای همیشگی آنها گوشت گوسفند پخته شده است که با مواد غذایی دیگر همراه می شود. این غذاها برای گیاهخواران مثل کابوس است. بریم سراغ مورد 5، پارک ملی وازا. بازدید از پارک ملی وازا یکی از برجسته ترین تجربیات من در سفر به غرب آفریقا بود. دور این پارک هیچ حصاری کشیده نشده و خانه ای برای شیرها، زرافه ها، فیل ها، شترمرغ، بز کوهی و پلنگ فراهم کرده است. وازا مشهورترین پارک کامرون محسوب می شود. اگر قصد سفر به این مکان را دارید، بهتر است بدانید که در حال حاضر به مکانی ناامن تبدیل شده است. اخیراً حملات مرزی گروه نیجریه‌ای بوکو حرام ورود هر گونه بازدید کننده به این مکان را محدود کرده است. بریم سراغ مورد 4، جزیره مالولو. زمانی که نوجوان بودم به فیجی سفری داشتم و روزهای بدی را تجربه کردم. روزی راننده از من دعوت کرد که شام را در منزل او صرف کنم. واقعا غذایی که آماده شده بود را دوست داشتم، ولی بعد به من گفت که باید به خاطر غذا و سرویس حمل و نقل $100 پول بپردازم. روز بعد وضعیت بدتر هم شد. من گرمازده شدم. وقتی اخیراً صحبت از سفر به فیجی به میان آمد، اصلا تمایل نداشتم که دوباره به آنجا برگردم، ولی بار دیگر شانسم را امتحان کردم، ولی واقعا شگفت زده شدم. جزیره مالولو از فرودگاه نادی 25 کیلومتر با قایق فاصله دارد. اگر موقعیتی پیش آمد که توانستید به این کشور سفر کنید، فرصت را از دست ندهید. بریم سراغ مورد 3، لگولند. پارک لگولند 10 هکتاری در شهری کوچک به نام بیولند قرار گرفته و به تاکسی، انواع سرگرمی، بانک، اداره پست، اداره توریست و حتی یک فرودگاه جداگانه مجهز است. باید در کوپنهاگ سوار یک قطار 3 ساعته شوید تا به بیولند برسید. سپس می توانید در هتل لگولند مستقر شوید. بریم سراغ مورد 2، بوتان. اگر شما هم عاشق کوه و کوهنوردی هستید، احتمالاً مدت هاست که این کشور را زیر نظر گرفته اید. این منطقه شما را کاملا شگفت زده می کند. یک کشور کاملا بودایی که دارای منظره های فوق العاده هیمالیا و ساکنین خوشگذران و تحصیل کرده است.
در سفری که به این کشور داشتم با افرادی روبرو شدم که تا به حال با هیچ توریستی برخورد نداشتند. این تجربه هم برای من و احتمالاً برای آنها واقعا جالب بود. و بریم سراغ مورد اول، هانالولو. هاوایی شما را عاشق خودش می کند. سواحل سفید رنگ، فرهنگ منطقه، غروب خورشید به زیبایی کارت پستال و غذاهای رنگارنگ، بازارهای محلی، کامیونهای کوچک و رستورانهای سطح بالا با سرآشپزهای ستاره دار، همگی غذاهای عالی به شما عرضه می کنند. دوستان عزیزم، لازم به ذکره که این ویدیو از زمان یکی از گردشگران گفته شده و ایشون اطلاعات خوبی رو در اختیار ما گذاشتن. ما هم سعی کردیم این تجربیات را به خوبی به شما منتقل کنیم تا شما هم بتونید از اونها استفاده کنید. شب و روزتون خوش.